میخواییم نخود پلو درست کنیم. الانم فصلشه که تازه تازه است. یه دونه پیاز درشت رو اینجوره خلالی خورد میکنیم و میذاریم روی گاز و سرخش میکنیم تا قشنگ طلایی بشه. پیازمون که اینطوری سرخ شد، یه کمی هویج، در حد یه دونه هویج متوسط و یه دونه هم کاسه یه کوچیک، حالا در حد یه پیمونه میشه، رو خود بهش اضافه میکنیم و اینا رو قشنگ تفت میدیم که بوی خامیشو گرفت بشه. دقت کنید اینقدر که هست میدم که بوی خامیش گرفته شد، چون که با پولو پخته میده. حالا یه قاشق هم رو بهش اضافه میکنم، ولی اینو قشنگ هست میدم که رنگ رو بیاد بیره. باید اینجوری بشه دیگه، قشنگ رنگش بیاد بیره. حالا سه تا گوجه رو من با پوست دوست دارم، حالا شما میتونید اگه از دستون میکنم پوستشو بکنید، خورد کردم بهش اضافه میکنم و بازم تفتیم. خب دو تا نکته بگم، یکی این که همین که بوی خامی گوجه گرفته شد بسته، و این که نمک و فلفل هم خودتون به اندازه بریزید. حالا موقع این که برنج رو بهش اضافه کنیم، ببین من تقریبا سه تا پیمونه برنج رو دیدید که چقدر آب داشت، با آب خیلی کم به این مواد اضافه میکنم، چون خود گوجه آب میندازه برنجتون شفته میشه. حالا اینو هم میزنم دم میزنم بعد نتیجهشو بهتون نشون میدم، ولی خب اگه دوست دارین تدیکی چیزی داشته باشه، یکم که آبش خوش شد میتونین یه قابلمه دیگه بردارید و تش سیب زمینی حالا یا نون یا هرچی که دوست دارید بذارید، و اینکه بذارید تدیک کنه در واقع، اینو بریزید روش. حالا بهتون نشون میدم که این در آخر چه شکلی میشه. خب اینم آماده شد و شما میتونید هم با گوش قلقلی بخورینش هم با مرغ پخته، ولی من ترجیح میدم همینجوری مثلا استانبولی بدون گوشت بخورمش.